آشوری. تجدد یا مدرنیته ایرانی در دو حوزه کلان قابل پیگیری است یکی آنچه دولت کرده است چرا که دولت در ایران از عهد صفویه پیشگام تجدد بوده و دیگری در نقد و نظر و نفوذ روشنفکران در 150 ساله اخیر تصویر و تصوری که ما از مدرنیته ایرانی داریم بیشتر ناشی از نوشته های روشنفکران است و تصویری که ایشان از مدرنیته در میان ما داشتند و به ما ارائه دادند. گروه از روشنفکران به دولت کمک کردند و گروه های بزرگی هم در حال نقد دولت بودند. این بحث در میان روشنفکران دائمی بود است. از نقد قاجار و شاهان و جنگ ها و قراردادها و دارالفنون و اعزام دانشجو به خارج در آن عهد نقد رضاشاه و تجدد آمرانه او و بعد نقد های مربوط به دوره که با مصدق و کودتا و انقلاب سفید و جنبش های دانشجویی همراه بود و به انقلاب ایران ختم شد گفتگو درباره تجدد و دولت و قانون شاه و ممیزی و روشنفکران و آموزش و ایدئولوژی همیشه از بحث های اصلی حلقه های روشنفکری و مجلات و محافل و جستارهای روشنفکران بوده است. داروش آشوری یکی از روشنفکران برجسته ایران است که در این نقد و بحث ها و جستار نویسی ها و تصویر و تصور از خودی و هویت و تجدد ما نقش داشته است. در این گفتگو مجموعه ای از مقالات او را درباره تجدد محور بحث قرار می دهیم که در کتاب ما و مدرنیت به چاپ رسیده است. اینها مقالاتی است که او در طی 25 سال پرتب و تاب یعنی از 1345 تا 1370 نوشته است و حال بعد از تقریبا 25 سال دیگر بازدیدی از آنها و تعملی در دیدگاه های معلف هدف این گفتگوست با سپاس از استاد آشوری عزیز که رنج سفر پاریس تا آمستردام را بر خود هموار کردند تا این گفتگو از سیر و سفر فکری ایشان ممکن شود بحث را با سوالی درباره خود کتاب آغاز میکنیم ما و مدرنیت از نظر خود شما چگونه کتابی است و چیدن مقالات در کنار هم ترتیب خاصی داره و به صلاح نظام فکری شما رو با یک ترتیب معینی نشان میده این کتاب در دوران نسبتا درازی نوشته شده مجموعه مقاله است مجموعه مقاله ای که به مناسبت های مختلف یا بر اساس وصفات های فکری من نسبت به مسائل خودمون نوشته شده ولی در دوران پورتلاتومی که همراه تحولات عظیم اجتماعی و مهمترینش تحول انقلاب اخیر انقلاب سال 1358 طبیعتا در اندیشه و ذهن من تاثیر عمیقی کرده و فهم این قضیه با یکی از تمهای اساسی فکر ذهنی من بوده در نتیجه این مقالات میشه گفت که مثلا از بیشتر از یه لحن نسبتا ملایمی شروع میشه هر قدیمترهاش و هر چه جلوتر میاد همراه این تلاطمها ها و همراه هیجانات حتی روانی من گاهی لحن خیلی تندتری میگیره نسبت به مسائل یعنی از مقاله سنت و پیشرفت به هوشیاری تاریخی بعد دگرگونی مفهوم دولت در جهان سوم تا برسیم به جان پریشان ایران مثلا که درست. خودش نشاندهنده نشان تغییر نظری در شیوه بیان و در مستدار. همون راستاست منتها خب هرچه که بحران امیغتر میشه و من هم عمیق، عمیقتری شاید به بحران به بحران تاریخی فرهنگی اجتماعی خودمون نگاه میکنم لحن این مقالات هم تا حدودی عوض میشه اگر سنت و تجدد رو در نظر بگیریم این واو سنت و تجدد این واو عطف از چه نوع به صلاح عطفی سخن میگه مثلا فرض کن ما زن و مرد داریم روز و شب داریم یا مثلا فرض کن بخر و ببر به کارو و بدار مثلا این واو عطفی که بین سنت و تجدد هست چجور عطفی هست تکمیلیه یا تقابلی از نظر شما تقابلیه بیشتر در واقع <applause> توی مثلا نسل من ما که چشممون بعد از جنگ جهانی دوم باز شد به دنیا و آشنا شدیم با این مباحث جدید دنیای ما دیگه دنیای عقب مونده بود یعنی دو د... نسل تا, نسل شاید پدران من و پدران ما اونها هنوز خب تو جهان سنتی خودشون زندگی میکردن و اگرچه بادی از فرنگ آمده بود و چیزهایی مثلا حتی اصلاحات دوره رضاشاهی اونها رو با یه چیزهایی از این دنیای مدرن آشنا کرده بود اولا وسایل ارتباطی مدرن بسیار محدود و کم بود و امکان آشنایی خیلی کم بود و هنوز این عقده ها و کمپلکس های جهان سومی هم شکل نگرفته بود و بعد هم بعد از جنگ جهانی دوم خب این جنبش های ضد کلونیالیسم در کشورهای به جهان سومی در آسیا و افریقا و امریکای لاتین و اینها در گرفته بود یه روح روحیه تازه پیدا شده بود که نسل من هم از, از نسل این روشنفکری است که توی این فضا یعنی تو فضای درک تقابلی از سنت و تجدد که حالا در یک مرحله دیگه به حتی مبارزه با سنت یا گسستن از سنت هم میانجامه. ولی در خود موتن مدرنیته یعنی در غرب رابطه سنت و تجدد باز هم تقابلی بود خب بدون شک بوده و اینکه حتی اینکه از یه زمانه ای خودش رو خودش به عنوان مدرن تعریف میکنه جهانی خودش رو مدرن جهان مدرن تعریف میکنه و حسابش رو جدا میکنه از گذشته یعنی تمام دوران به لومیر دوران روشنگری قرن 18 هم به خصوص که متفکران فرانسوی فیلوزوفای فرانسوی پیش پیش آهنگش بودن اینها اساسا یک خط, فاصله بسیار روشنی بین جهان خودشون که وان جهان مدرن میشناختن و جهان ما قبل اون عنوان جهان تاریکی و جهان ظلمت و جهان خرافه و جهان عقب بشر گذاشتن و و شمای بشریتی ظاهر شد که به طرف پیشرفت بینهایت میره و همه این ایده ها مثلا در, در مدرنیته غربی هم بالاخره سنت یونانی هست بیزانس هست و مسیحیت هست پاگان ها هستند ولی مثل... کانسپت مدرنیته وجود نداره در, در همه این دوران که شما میگید این کنسپت مدرنیته و م... دوان... یعنی می بگم با... با... این تجدد اروپایی به هر حال خودشو دنباله یک سنت هایی در با... اروپا اون هم... میدید مثل همه چیز دیگه به تاریخ خودش رو میسازه و این تاریخ در واقع تاریخ ها همیشه حالا نمیتونیم به نقد بحث های تاریخی بپردازیم ولی همیشه خودشون رو به یه مبدعی متصل میکنن و از یه جایی شروع میکنن به حرکت کردن مثلا فرض کنید که ما با تاریخ نویسی مدرن ما از اواخر قرن 19 هم که شروع میشه یک بارش مثلا تاریخش رو از عهد حخامنشی شروع میکنه بر اساس داده های مثلا باستانشناسی و تاریخ شناسی مدرن اروپایی ولی قبل از اون جامعه ما خودشو به این معنا نمیفهمید و تاریخشو رو به این صورت نگاه نمی کرد یعنی یه تاریخ سکولار نبود یه تاریخی بود که محورش حضور خدا بود و ایمان به خدا بود و و آینده ای هم که نوید میداد به کلی مقابل بود با آینده ای که جامعه مدرن نوید میده یعنی من خب سر این مقابلیت یا تقابل یک کمی مکس بکنیم مثلا فرض بکنید مفهوم دموکراسی مفهوم دموکراسی به شکل خیالی ریشه به یونان می برد یا به شکل واقعی یا مفهوم شهروندی حتی اینا از مفاهیم اساسی تمدن غربی هست ولی ریشه یونانی داره بنابراین میشه گفتش که غرب از سنت خودش دور نشد به نحوی تا به دموکراسی برسه به نحوی بازگشت کرد به اون سنت قدیم یونانی اینطور نیست؟ نه من گمان نمی کنم یعنی قرب بعد از مسیحی شدن امپراتوری روم هزار سال از اون سنت یونانی رومی جدا شد حتی مدارس فلسفه و مدارس یونانی رو بست کنستانتین حتی مجسمه های یونانی رو که نگاه رومی رو که نگاه کنید همه این شکسته اینا دوران دوره پاگانیزمه دوران دوران کفر دوران جهالت کفره در واقع و این و روشنایی مسیحیت نور الهی که آمده با،, با مسیح درست در تقابل روح یونانیته و اگرچه خب عناصر یونانی در فرهنگ مسیحی داخل شد مثلا آگوستین و اینها مقدار زیادی بنیانهای فکر افلاطونی و افلاطونی رو آوردند و به صورت الهیات مسیحیت در آوردند. اما اساسا اون روح یه جور بگیم حالا گیتیانه دنیوی فرهنگ یونانی جای خودش رو به نگاه اخروی فرهنگ مسیحی داد و خدای م... مسیحیت مسیحیت نکته که به هر حال یک رابطه ای متجدد غربی بین خودش و یک سنت ولو هزار سال قبل میدید در مورد ایران زمانی در مورد ایران ای این چجوری میشه یعنی دل... متجدد ایرانی خودش رو دنباله کدام سنت میخواست قرار بده اگر مثلا فرض متجدد غربی میخواست دنباله سنت یونانی قرار بده و اون رو احیا بکنه متجدد ایرانی کجا اون به صلاح نقطه بازگشت رو میدید یا در واقع میخواست اون رو احیا بکنه یا یاداوری اون رو انجام بده خب ببینید در واقع آنچه که در اروپا اتفاق افتاد بازگشت به یونان و روم عنوانش از رونسانس یعنی باززایش در واقع دو مرتبه تمدن زاییده شده از از بطن یک نگاه تازه‌ای که دو مرتبه ارزش های جهان باستانی رو کشف کرده اقلانیت یونانی علم یونانی هنر یونانی رو کشف کرده شما می می‌بینید در دوره رنسانس چجوری مثلا مجسمه ها همه ما تطرح مایه یونانی به خودشون می‌گیرن یا علوم مثلا ریاضی و فلان بهمان شروع میکنن به رشد کردن و و نوع نگاه به طبیعت یه جوری در واقع نزدیک میشه به نوع نگاه یونانی رومی ما قبل مسیحیت و بعد هم تقیان علیه مسیحیت حتی در واقع وقتی به صورت رفرماسیون به صورت مرسولت که دین پیرایی و بنده ظاهر میشه یه جوری اون اون رگوریشه های ماقب رو بیشتر بیشتر تقویت میکنه اگر که برگردیم به وضعیت روشنفکر ایرانی و متجدد ایرانی به نحوی الگوبرداری برداری از این به صلاح ای که شما گفتید رو نمیبینیم همونطور که متجدد غربی میخواست برگرده به یونان و مسیحیت رو کنار میگذاشت متجدد ایرانی هم به حال در یک شاخش میخواست برگرده به قبل از به دوره اسلامی و دوره باستانی, در دوره باستانی خودش یک جوری یادهای کهن خرد کهن خرد جاویدان رو میخواست ببینه و اون رو زنده بکنه این بر اساس این الگوی غربی ساخته شد و یا جدا از او شکل گرفت بله کاملا بر اساس این الگوی غربی ساخته شد ولی نکته اساسی این است که با وجود این الگو برداری بازگشت به قبل از اسلام و مبارزه به نحوی با اسلام که بالاخره در کارهای مختلف روشنفکران مثلا خودشو نشان میده ما در 1158 انقلابی کردیم که مضمونش مذهبی بود اهدافش و رهبرانش هم مذهبی بودند انقلاب یک امر متجددانه است چطور ما این رو با سنت دینی گره زدیم بله برای اینکه ما اون مراحلی رو که تمدن مدرن اروپایی طی کرد نکردیم مهمترین مراحلش یکیش پیدایش همین اصالت عقل عقل باوری فلسفی است که بنیادهاش رو مثلا دکارت و بودفکرهای امثالی میگذارند و بعد بر اساس این عقل باوری انقلاب علمی و بعد پشتش انقلاب صنعتی و اینکه و بشریتی که به خودش و اعتماد به نفس غریبی پیدا میکنه و نوع فهمی که از خودش داره و جهان داره و بعد هم قدرتی که پیدا میکنه و خب کلونیالیسم اروپایی در قرن 19 هم بخش عمده دنیا رو تصرف میکنه ولی ما بخشی از دنیای تصرف شده هستیم و ما هرگز این مراحل رو به این صورت طی نکردیم و ولی با... علاقه به انقلاب رو داشتیم هممون داشتیم علا... همه ا... روشن فکر پیشگامان خب ما و نسل ما هم کانسپت انقلاب مثل مفهوم انقلاب با انقلاب فران... به این معنا با انقلاب فرانسه میاد و انقلابی که در واقع مدعی است که میتونه جهان رو زیر و زبر کنه و اساسا جهان انسانی رو از نو بسازه شعارهاش به در در, در دیوارهای پاریس و اینجا همه جا هست دیگه برادری برابری و آزادی آزادی و مثلا مفهوم آزادی و انقلاب خونینی که میخواست که در واقع حجامت کنه تاریخ رو. ما هم همین کاری کردیم. عملاً به هر حال یک حجامت تاریخی انجام دادیم. ولی, ولی نتیجه و محتواش چیز دیگری بود. خب، این به شما... هم همین مفهوم انقلاب میاد مثلا به روسیه و از توش انقلاب بالشویکی بارش... در میاد. و از با همراه ای ایده هایی که پشت انقلاب فرانسه باز در اروپای قانون نظام شناخته شد. با مارکس و چه جریانات سوسیالیستی و کمونیستی و این حرفها اینها تو روسیه در شرایط جنگ جهانی اول فرصت پیدا میکنه که بخواد بیاد مسلطش و بعد هم یه مدل جهانی بشه در مقابل مدل غرب و خود به خود بعد دنیا دو قطبی هم میشه دیگه علاوه مدل تا حالا اشاره کردید به روسیه توی کتاب میفرمایید که در واقع مدل شوروی ادامه همون سنت ارتودکس مسیحی در روسیه بود در یک قالب دیگری یعنی همون نظام در قالب بیخدایی بازسازی شد و هدفم رستگاری بود این خودش نکته مهمی است یعنی که محتوای یک جامعه در انقلاب طبعا به شکل دیگری بازسازی میشه و برای همین است که عرض میکنم اگر ما بخوایم تاریخ مثلا شوروی رو یا تاریخ ایران رو یا تاریخ چین رو کشوری که انقلاب کردن با تاریخ جای دیگری به سنجیم ممکنه دوچار بحران و مشکل بشیم خب ببینید این بحث رو اتفاقا این بردیایف خیلی خوب کرده دیگه راجع به که چجونه روح روحیه ارتودکسی روسی چسبید به این ایدئولوژی مارکسیسم لنین و بعد هم یه پایه قضیه هم بومی خودشه لنینه و بعد این ایدئولوژی که خلاصه کندانسه میکنه فشرده میکنه همه دستاوردهای علمی مدرن رو بعد خودش رو علم میدونه علم تاریخ میدونه و این به صورت کپسولی خیلی قابل مصرفش راحت بود در کشورهای جهان سوم روشن فکران ما سوال در واقع اصلی من این است که چقدر زمینه اجتماعی فراهم بود برای تجدد پیش از انقلاب من از سایدی مثال میزنم که شما فرمودید و خیلی جالبه سایدی به قول شما نوشتید که فکر میکرد این تراکتور میرفت توی روستاها برای به صلاح کار تکنگاری و مردم شناسی فکر میکرد این تراکتور آمده تا بنیاد زندگی این مردم را زیر و رو کند یعنی حتی روشنفکری مثل سایدی نگاهش به تراکتور که یک ابزار خیلی ساده ضروری برای کار کشاورزی مدرن اینهاست این است که این چیز هست این به صلاح مثلا میراسی از غرب هست توفه ای از امپریالیسم احتمالاً و ما باید این سنت این روستا رو حفظ بکنیم و اینها یعنی در واقع روشنفکران ما حتی اگر مذهبی نبودن حالا به بحث مذهب جداگانه میپردازیم یعنی توجه داریم که داریم از یک انقلاب مذهبی صحبت میکنیم ولی قبلش دارم صحبت میکنم روشن فکر حتی اگر مذهبی نبودند نگاه خیلی به صلاح مشتاقی به تجدد غربی نداشتند بلکه با سوء زن بهش نگاه میکردند و بلکه میشه گفتش در یک مراحل غرب ستیز بودن اگر غرب رو مرکز تجدد بگیریم با این محتوای اجتماعی با این درون مایه با این نوع افکار با بیزاری از گاهی وقتا تجدد و غرب ستیزی شما فکر میکنید واقعا جامعه ایران آماده تجدد بود که انقلاب کرد؟ بله ببین بل. تو همون مقاله من نوشتم که سایدی اگر میرفت توی یک دهی که توش تراکتور نبود ابزار جای مردم فقیر و بدبخ بودن دلش میسوخ و احساس تعصب که اینها اینا رو به عنوان مردم محروم میدید که خب و طبیعتا هم همه گناهش هم میفتد به گردن مثلا رژیم و آخر سر هم به گردن خود شخص شاه فرض کنید ولی خب یه جمع میرفت که تراکتور بود و اون تراکتور میشد که تحت بیشتر هم تحت تاثیر شد آلم خدا آل احمد همین بود که آره اون اون تراکتور اومده که ای تمام این زندگی اینها رو زیر جامعه و سنت و تاریخشون رو زیر و زبر بکنه این تناقض مال روشنفکری دو دوران خاصی دیگه از تاریخ ما ولی تا قبل از اون روشنفکری ما هم منور الفکری که از نیمه قرن 19 هم آمد و بعد از توش انقلاب مشروطه در اومد اونها یک سره خب بر این باور بودن که ما باید با الگوی مدرن غربی متجدد بشیم داریم ما در مورد تکنوکرات ها صحبت میکنیم یا در مورد روشنفکر در مورد چون روشنفکری فکر روشن که با دولت کار کرده در جهت توسعه کار کرده در جهت آوردن همون تراکتور کار کرده در جهت آموزش کشاورزی نوین کار کرده ظاهرا روشنفکر دیگری است روشنفکری سائدی و آل احمد که اپوزیسیون هست و مقابل قرار میگیره با شاه و کار توسعه ای او فرزند او هست که مایه انقلاب رو فراهم میکنه اینطور نیست ببینید خود تجدد با شا 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 شاهانه با آمرانه بستلام. آمرانه با, با آوردن تکنولوژی و تخصص های غربی و تأسیسات نهادهای های مدرن اینها اینها به با چشم مثبت و ستاینده نگاه کرده نمیشد برخلاف مثلا دوره رضا شاه یعنی عوض شده بود پس فضا پیش روش منور اون دوران چون که این کلمه روشن فکرم بعد از جنگ جهانی دوم از طریق حزب توده در واقع میاد قبلش همه منورالفکری منور منورال فکری بود همه اونا خب همکاری میکردن با دل... با رژیم رضا و حتی وقتی که ایران بعد از مشروطی... انقلاب مشروطیت یه 20 سال اختشاش و از هم پاشیدگی داشت همه به فکر دنبال این بودن که کی... کی چه آدم مقتدری میتونه بیاد جمع کنه این مملکت رو وقتی رضا شاه اومد تقریبا همشون از فرشون تیپ ده خدا بگیرید تا مثلا تیمورتاش همه رفتن و یا پیشاهنگان فرهنگ مدرن در ایران همشون به حال یه جوری موافق بودن س... ولی پس به نظر شما این فضا بعد ها عوض شد این فضا بعد ها بعد تا تاثیر احتمالاً, تا تحصیل احتمالا تا تحصیل 28, 28, 28 مرداد بله کودتای 28 مرداد در اینجا نقش خیلی مهمی داشت که بعد نگاه با سوی به این به این نو نو آوری و نو سازی مثلا تاسیس کارخونه و آوردن مثلا چیز اینا همش اینجور تلبخص خب تبلیغات چپ خیلی مؤثر بود یعنی در واقع گسترش امپریالیسم دیده می شد آره اینا, توسه. اینا بله اینا به حال یه جور سازی بود که سرانجام سودش میرفت توی کیسه امپریالیست ها و سرمایداری های سرمایداری غربی اگر برگردیم به بحث سنت و تجدد که در آغاز با او شروع کردیم یک نکتی که شما اشاره کردید که ما میخواستیم در واقع خودمون رو بر اساس دیگری بسازیم این که ما میخواستیم خودمون رو بر اساس دیگری بسازیم که مثلا تقیزاده این رو میگفت حالا بعدا البته تقیزاده خودش رو تصحیح کرد ولی این ایده باقیمون چون خیلی ها به این فکر میکردن مفهوم موازیش ترک کردن خود هست برای رسیدن به تجدد این به نظرتون تناقض آمیز نیست که برای اینکه ما به خودمون برسیم به فردیت آزاد خودمون برسیم باید خودمون رو ترک بکنیم و چیزی بشیم که دیگری هست خب اون, اون دیگری در واقع چون معنای حقیقی انسانیت به خودش میگیره انسان مدرن مثل فرد فرد باوری مدرن و انسان مدرن به عنوان سوژه خود بنیاد و تصمیم گیرنده برای خودش در مقابل انسانی که به صلاح بنده و برده نیروهای بیرونی خودشه سنت و ارزوات که فشارهای اجتماعی و قدرت دولت و نیروی مذهب و اینها این این آدم این موجود رو محاصره کرده و آزادیش رو ازش گرفته بنابراین این برای اینکه بشه سوژه آزاد مدرن باید که خب اینها رو بشکند درنچه به یه معنای یه تحول بنیادی وجودی باید پیدا بکنه ولی بحث این که ما باید خودمون رو ترک بکنیم تا به تجدد برسیم از نظر شما چقدر البته اینا خب بعد بعد ایدئولوژی سازی هم میشه دیگه که اون چیزی که میخوام بهش برسیم اون همون چیز حقیقی ما مثلا اسلام حقیقی همین چیزیه که ما میخوایم بهش برسیم اسلامیش که آزادی داره اسلامیش که عدالت داره اسلامیش که چه و چه همه چیزهای خوبی یا همه ارزش های دنیای مدرن رو ما میتونیم اونجا پیدا بکنیم و به این ترتیب در واقع ما از این طریق به خود حقیقیمون برسیم که در, در اسلام حقیقی حالا فقط بحث گفتیم. اسلام هم نیست مثلا فرض بکنید که کسروی با عرفان مخالف بود دیوان حافظ رو هم قبول نداشت و یه دی دیگه میخواستن خط فارسی رو مثلا کنار بگذارن عوض بکنن یعنی این که میگم ترک خود نمونه های عملی داره مستاخ های روشن داره که مثلا یکیش کنار گذاشتن خط فارسی باشه که ما اصولا قطع رابطه کنیم با سنت یا تمام این دیوانهای شاعران و اینها رو بریزیم دور و بسوزونیم چنانکه کسروی میکرد تا از شر این درویشی و صوفیگری و عرفان نجات پیدا بکنیم تا بلکه عقل به سرمون برگرده ولی یک همچین چیزی ما در خود مدرنیته غربی که قرار بود اینها تقلید اون باشن اتفاق نیفتاده بود به این شکل که شما باید خودتون رو ترک بکنید نفی بکنید تا به یک چیز دیگری برسید که اون هم باز شما نیستید در واقع یه یعنی نمونه متعالیش جای دیگه است اون که در دنیای مدرن غربی اتفاق افتاد اون فهمی از ماهیت انسان بود به عنوان اقلانیت ذاتی در انسان و جوهر, و جوهر انسانیتی که با اقلانیت ذاتی انسان یکی بود در مقابل روحانیت قرون وسطایی که انسان رو با اون تعریف میکرد و در نتیجه این اقلانیت ذاتی که میخواد خودش آزاد بکنه و خودش رو در جهان تازه ای تعریف بکنه میره به جنگ و جهاد قرون وسطا به من اصر تاریکی و همین همین مدلی که در جاهای دیگه دنیا هم تکرار میشه دیگه